من سرور کسمایی هستم، رمان نویس، مترجم و ناشر توی فرانسه و 35 ساله که میتونم بگم در تبعید و غربت به سر میبرم. خانم کسمایی، انقلاب ایران چه تأثیری رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ انقلاب ایران برای خانواده من مثل یک بیگ بنگ بود، مثل اینکه یک بمبی افتاده باشه وسط خونه و همه چی متلاشی بشه. بنگ خانواده من بعد از انقلاب در واقع همه به یه طرفی افتادن. اول از همه پدر و مادرم در سن بالا از ایران خارج شدن، من و خواهرم موندیم در ایران، برای اینکه امید داشتیم که نه این سرکوب و خفقانی که ایجاد شد بعد از بهار آزادی چند ماه بیشتر طول نکشید و خب همه امید داشتن هنوز که نه اینطوری نیست. این فکر میکردن یه برهه کوتاهی، ما میتونیم اینو مقاومت کنیم، مبارزه کنیم. و اینی که من و خواهرم موندیم در تهران، در همون ماهایی هم که هر دو بودیم، یعنی در غیاب پدر و مادرم، من ازدواج کردم. زندگی زناشویی ما یک سال و نیم بیشتر طول نکشید و با دستگیری همسرم به پایان رسید در واقع. و او که دستگیر شد، من و خواهرم تصمیم گرفتیم که نمونیم و بیایم. و اون موقع امکان قانونی از ایران خارج شیم خب نبود. در یک جمله کوتاه آدم میتونه بگه از طریق مرز ترکیه خارج شدیم، ولی این جمله کوتاه 3 ماه طول کشید. به هر حال تونستیم موفق شیم و به ترکیه برسیم. از اونجا هم به فرانسه اومدیم. زندگی ما بعد از اون خیلی دشوار بود اینجا، برای اینکه با وجود دانستن زبان، بسیار بسیار زندگی سخت و دشواری جلوی روی ما بود، به خاطر اینکه اولا ما به میل خودمون نیامده بودیم و اینجا با شروع زندگیمون همش خب سالهای خیلی سیاهی بود در ایران و از یه جنبه شما علاقه شدید دارین به اون طرف، از طرف دیگه احساس میکنین که شما شاید جان سالم به در بردین و خیلی دوستای شما موندن اونجا. این هم یه نوع بار عاطفی سنگینیه که باید بکشین، تحمل کنین. و بعدم زندگی روزمره اینجا برای ما بسیار دشوار بود. تنها شگردی که هر دو پیدا کردیم این بود که خیلی سریع خودمونو در تحصیل و کار در واقع خودمونو گم کنیم، یعنی فرصتی نباشه برای اشک و آه، ناله و غیره. و خب درس و شبم کار میکردم در تئاتر، چون یه بورس خیلی ناچیزی از دولت فرانسه داشتم ولی اصلا کفاف مخارج منو نمیکرد. و با کار و درس تونستم که خودم رو دوباره بازسازی کنم، ولی نمیتونم انقلاب رو از وجود خودم جدا کنم، از سرنوشت خودم جدا بکنم، به خاطر اینکه مثل تولده. شما نمیتونین بگین اگر پدر و مادرتون این دو نفری که هستن نبودن، شما کجا میبودین و کی میبودین. انقلاب یک نوع در واقع همینه، نیای منه، یعنی من از دل انقلاب اومدم بیرون با تمام تضادها، گرفتاری ها، مشکلات روانی، شکست ها و پیروزی هاش.